سلام، امیدوارم که خوب باشید. من آرام هم اینجا کوکتله و اومدیم با یه رپ حواشی دیگه. میخوایم بررسی کنیم حواشی این چند روز اخیر رپ فارسی ها. قبل از هر چیزی یادتون باشه که حتما کانال سابسکرایب کنید. قبلا سابسکرایب نگاه کنید که هنوز ساب باشید. اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و به اشتراک بذارید. اگه حال نکردید خیلی راحت دیسلایک کنید و دلیلش رو بنویسید. صحبت دیگه باقی نمیمونه، میریم که با هم ویدیو رو داشته باشیم. قبل از اینکه بریم سراغ برنامه، شاید خیلیاتون بگین که چه وضعشه، چرا با رکابی اومدی. اول از همه خب رکابی هم یعنی لباس، الانم تابستون هوا خیلی گرمه، جوری دیگه نمیتونستم تحمل کنم، پس یه به بزرگی خودتون کوچیکش کنید. و صحبت دیگه ای که دارم اینه که خب یه چنل دوم زدیم، اونم اسمش کوکتل تیوی پلاسه و قراره توش خیلی کارهای دیگه بکنیم و کارهایی که به هر حال فانتر و ویدیوهای دیگه و همچنین با یوتیوبرهای دیگه کار کنیم و اونجا قرار بدیم. پس حتما برید اونجا سابسکرایب کنید. نسبت به سابایی که میگیره ویدیو اونجا آماده داریم، منتظریم که یکم ساب بگیره و ویدیوها رو بریم بالا. پس لینکشو میذارم توی دیسکریپشن، برید بریزید. دمتون گرم که میخوام اونجا فعالیت رو زود شروع کنیم. اولین موضوعی که میخوایم راجبش صحبت کنیم درباره جدال. اگه یادتون باشه چند روز پیش جدال، یعنی قبل از آلبوم انگیزه، یه پستی گذاشته بود و یه ورس خوش از آهنگ گمرک رو گذاشته بود و خب خیلی فهم کردن دیسه و خب یه سری واکنش نشون داده بود و بعدها اینو خیلی ها به خودشون گرفتن و من اونجور که تو ویدیو گفتم مثل که منظور جدال رو اشتباه فهمیده بودن. منظور جدال به این سایت های بودن که زده بودن دیس به جی جی و خب تو صحبتی که با هم داشتیم گفت منظور من اینا بود و من نه جی جی رو دیس کردم نه کسی رو و مخاطبم اینا بودن نه کسای دیگه. پس منظورش به این داستان بود. این از این گفتم که اصلاحش کنم، اشتباه گفته بودیم. و خب توی چند روز گذشته اول از همه ما یه لایوی رو داشتیم از شایعه که تون اعلام کرد که همکاری خوش با جعفری قطع کرده و دیگه با هم همکاری نمی‌کنن و کلی آرزو موفقیت کرد، اعلام کرد که اصلی بدونه جعفری به کار خودش ادامه میده. جعفری هم چند روز بعدش یه لایو گذاشت، چند روز یا فردا شایدم یه لایو گذاشت، اون تو خیلی حرفا زد، گفتش که خب داستان جدایشون رو، یعنی درگیری که داشتن علی مجیدی تو کاغذ زمانی که این اومده بود و تعریف کرد که مثلا اینکه علی مجیدی نمیدونست این منیجر و به هر حال یه درگیریای بینشون پیش اومده وقتی می‌خواستن کارا رو هم درست کنن و معذرت خواهی کرد به خاطر رفتار اون موقعش. درباره کاورها که دزدی بود حرف زد و گفتش که خب اون شخص برای من فایل های لای بازیشو فرستاده بود و من فهم کردم درستم و بعدا دیدم نه. و خب خیلی صحبتو کرد و گفت من میخوام حالا بیام توی مسیرهای دیگه و تولید کننده هم منیجر نیستم، تولید کننده هم میخوام که به هر حال سعی کنم استعدادها رو بیارم و از این حرفا و کلی هم به هر حال حرف زد و این داستان ها. و بازم گفتش که ما هیچ مشکلی با شای نداشتیم و به هر حال جدا شدیم و اختلاف نظر که نمیشه گفت، ولی خب میگفت تصمیم گرفتیم که جدا کار کنیم. اما چیز جالبی که بود، امین، حالا امین کیه؟ امین اتانا همتون میشناسید، منیجر سهراب ام جی و سامان ویلسون، ته یک پستی که نه استوری بعد از صحبتهای جعفری اینجوری اعلام کرد: سیاوازی تا کی، دروغ تا کی، دزدی تا کی، جدیدن هم مظلوم نمایی مد شده، وقتی دستش رو میشه میره تو فاز مظلوم نمایی، مردم خر نیستن دادش من، اون همه مسیر محمد رضا و حسین رو خراب کردی، هر بلایی دلت خواست سرشون اووردی، از اعتبار اونا استفاده کردی تا جیب خودتو پر کنی، بس دیگه بکش بیرون و گورتو گم کن از این مارکت، حنا دیگه رنگی نداره متاسفانه، دوز دوز تا ابد هم دوز میمونه، اگه اونا هم حرفی نزدن به حرمت نون و نمکی بوده که خوردید با هم، وگرنه حرف رو گفتن زیاد دارن، شاید مردم ندونن ولی من و تو و خیلی های دیگه میدونیم چقدر دوزی کردی، چقدر استعداد رو بدبخت کردی، چقدر آتیسای خفن رو به بیراهه کشیدی. خب این صحبت و ادعاهایی بود که امین داشت و جعفری هم تو تک کردم و خب ما واکنش رو از جعفری ندیدیم. حالا دیگه نمیدونم دیگه، قضاوت به خودتون رو باید ببینیم دیگه داستان چی میشه. تو این چند روز گذشته پوبون یه استوری گذاشت که به نظر میاد داره تیکه مینداخت به پا
پارسالیب، حالا معلوم نیست داستان چجوری، خب همونجوری که میدونید پارسالیب از تتروپارجا جدا شده و معلوم نیست داستانش با پوبون چجوری داره پیش میره. به هر حال بینمون یه ذره استوریای درگیری ریزی که با هم داشتن و خب توی این استوری اعلام میکنه هیت ترین آهنگ رپ فارسی داره میاد، نگی نگفتی، و با لبخند میگه حالا معلوم نیست داره تیکه میندازه به پارسالیب یا خودش هم میخواد ترک بده. هیت ترین موزیک کل تاریخ ایران یه هفته دیگه میاد، نگی نگفتی. حسین یک سری استوری رو از خودش گذاشت که یک هم تم فاندشو داشت تیکه مینداخت، حالا به نظر میاد به ساشا و مونتیگو داره تیکه میندازه، با هم میبینیم. نمونه بهتون نشون بدم که باور کنید واقعا شک نکنید به این سایت، چون من هر روز دارم این سایت بازی میکنم و میبرم. بعد تایم بذارید، میدونید تایم اینه یه شغل جدی بگیریدش تا بتونید مثل من یه همچین ساختمونی رو بسازید. این بگم خیلی خوب بود، اینو ببین، یعنی ببین بعد گریه کرد به حال این مردم به قولان یارو پلاک رفته خریده و هر روز میچسبونه روی ماشین شده اعتبار. خدایا خودت زور کن. بعد از اینکه آهنگ جدید جی جی سی جل خرس و سراب ام جی یعنی میگی آره میگم نپخش شد، یه سری استوری رو از خودش گذاشت مبنی بر اینکه لطفاً از اسپاتیفای و سایت خودمون گوش کنید که میبینیم با هم. برای بچه ها میگیاره میگم نم در اومد رو اسپاتیفای و کیفیت خوبش برای دوستانی که حمایت کردن سایت doublealbum.org دمم میگم گرم. بچه ها لطفاً فقط کسایی که خریداری کردن و حال دادن حمایت کردن از همون doublealbum.org بهشون ارسال شده گوش بدن یا اسپاتیفای. لطفاً از این سایت هایی که همینجور میپیچن و تلگرام و اینا گوش ندین، چون یه سری واقعا نمیفهمن که آقا هیچ کاری زحمت میکشه آدم میخواد مستقل کار کنه، همه دوره هم میتونیم موفق شیم، ولی اون شما این که این کار میکنین که اونا یاد بگیرن. دمتون هم گرم واسه این همه حمایت و عشق. یه داستانی که این چند روزه داره اتفاق میفته، یعنی از طرف یکی از نسل یکیامون یعنی سیامک جنجالی که برگشته و خب یه سری استوری گذاشت، 11 دقیقه استوری گذاشت و کلی حرف زد که میبینیم قسمت های شما هم. اون موقع ما با سیاوش یه گروهی رو زده بودیم به اسم گروه جنجال و یهو متوجه شدیم که، یعنی در واقع پسرعموم من اصلا متوجه شد که یکی دوتا آهنگ جدید زدبازی اون موقع با قول معروف برداشته بودن یه سری کارای رپرای خارجی رو ترجمه کرده بودن و اون افکار و ترجمه های با قول معروف رپرای خارجی رو تو آهنگاشون استفاده کرده بودن و ما اون موقع گفتیم به سایت رفا یه خبری بدیم و به عنوان اخبار این رو پخش بکنن، که اون موقع فرشاد رفا به ما گفتش که چرا نمیان یه آهنگی درست بکنین دیس بکنین، که من سیاوش هم گفتیم حالا بیا یه چیزی برای فان حداقل درست بکنین که به بچه‌ها بر نخوره. ولی وقتی که این آهنگو درست کردیم 48 ساعت بعد یه دیسپک دادن. اینم در نظر بگیرین که اون موقع خیلی از گروه‌ها اینا رو دیس کرده بودن، رضا پیشرو 50 بار اینا رو دیس کرده بود و اینا هیچ جوابی نداده بودن، ولی وقتی که ما این آهنگ دزد رو خوندیم، اونا آهنگ تلفات جنگ رو 48 ساعت بعد دادن بیرون و مهراد نذاشت دیگر اعضای گروه بخونن و فقط خودش خوند و به نظر من انگاری خیلی ناراحت شده بود و بغض تو گلوش بود و داشت انگاری گریه میکرد تو اون آهنگ و ناراحتی و قشنگ اگه دوتا آهنگ رو گوش بکنین ناراحتی مهراد رو میتونین تو اون آهنگ کاملا متوجه بشین. حالا ما که اون آهنگ رو خوندیم، حالا ما اون موقع که این آهنگ رو خونده بودیم آخر آهنگ تلفات جنگ علیرضا جی جی میاد میگه که آره ببین آهنگ نمیدونم مثلا بیگی رو امنم اومده فلان جملهشو خونده یا آهنگ توپاک رو مثلا جیزی اومده فلان جملهشو خونده و این تو فرهنگ هیپاپ خیلی مرسومه، همه این کار رو میکنن. خب امنم اومده آهنگ بیگی رو خونده، جیزی اومده مثلا نه آهنگ بیگی رو نخونده، یه جمله از بیگی رو استفاده کرده، یا مثلا جیزی اومده یه جمله از توپاک رو استفاده کرده، تو ولی نباید میرفتی آهنگ جیزی یا بیگی رو چیز میکردی، چون تو امنم نیستی، تو جیزی نیستی. همون جوری که میای استوری میذاری میگی که آره من چرا باید جواب مثلا فرایی رو برم، مگه بیل گیتس میره تو مثلا
جواب فلانی رو تو کرج بده. پس تو چطور اون موقع M&M بودی الان فلانی شد، تو شدی بیل گیتس، میخوای جواب چیزو بدی؟ یه مسئله دیگه هم بگم، تو وقتی که یه سری آهنگا رو گوش بکنی میتونی فاز اون رپر رو در بیاری، یه خود مسائل خصوصیش هم میتونی چیز بکنی. آقای مهرادیدن اومده آهنگ اوبی خونده، توی آهنگ دیس آخرش هم از هیچکس اومده تهمت زده که تو بچگی بهت تجاوز شده. آقای مهراد نکنه به خودت تو بچگی تجاوز شده و با اوبی بودن خودت مشکل داری انقدر میخوای دست پس بگیری پیش نیفتی؟ میدونی چی میگم؟ و الان چه دلیلی داره تو هی بیای این مسئله رو عنوان بکنی؟ تو خودت رو نگاه کن، عکس بچگیات رو نگاه کن، بعد فاز مدارس ایران رو تو اون موقع نگاه بکن. تو فکر کنی به هیچ کس تجاوز میکنن یا به تو تو بچگی؟ عکس‌ها رو بذار بغل هم دیگه نگاه بکنی. میدونی؟ عقل و عد داشته باشی این حرفا رو بزنی. بعدش اون یکی که اومده همش اینجوری حرف میزنه کردم، تو کجا مگه زندگی میکنی لهجت اینجوری شده؟ تو که تو فرانسه زندگی میکردی، فرانسوی یکی ر نمیگن، تازه ر رو اونم اون ر رو ر انگلیسی ها نمیگن، ا میگن، آمریکای شمالی ر میگن. پس تو اوب داری دیگه داداش گلم اینجوری حرف میزنی؟ ولی چه دلیلی داره بخوای خودت اوبی نشون بدی؟ نه کلاس داره نه باحاله. همان هم به خاطر همین قضیه از تو بدشون میاد که چرا انقدر دوست داری خارجی باشی، در صورتی که اصلا تو جایگاهی نبودی که بخوای اینجوری صحبت بکنی. اصلا فرانسوی هم بلدی صحبت بکنی؟ 50 سال تو فرانسه زندگی کردی. اسکول. بعد یه سری میان راجع به نسل یک صحبت میکنن، میگن بهرام و پیشرو نمیدونم این و اون نسل یک بودن. اولش نه رضا پیشرو نسل یک نبود، رضا سپاک شاید تقریبا نسل یک بود ولی رضا پیشرو نبود، اون رضا سپاک بود. بهرام هم که 5 سال 6 سال بعد از اینکه رپ فارسی به قول معروف اومده بود رو کار اومد. و عرفان هم، حتی عرفان هم من نسل یک حساب نمی کنم. عرفان 3 سال 4 سال بعد از اینکه شاید بگم 2000 تا آهنگ رپ فارسی اومده بود، عرفان تازه آهنگ اولشو داد بیرون. بعد یکی میاد آهنگ اون موقع میداد بیرون، همش دوست داشت کارهای هیپ هاپ آمریکایی رو فالو بکنه. زد بازی که رسما جی یونه تو M&M بود، خیلی هم اومدن اینا رو فالو کردن که دوباره همون بحث بود و اینا. ولی من سیاوش گروه جنجال، گروه جنجال بود. تو هیچ وقت نمیتونی بیاری ادعا بکنی بگی آهنگ فلانتون شبیه این بود یا استایلتون. ما اصلا استایلمون هیپ هاپ بود ولی هیپ هاپ هم نبود. چرا؟ به خاطر اینکه ما خودمون بودیم، اونجوری که دلمون میخواست آهنگمون رو درست میکردیم و میخوندیم. حالا بعد 6 سال من اومدم دوباره بازگشتم به این داستان رپ فارسی و یه آهنگ دادم بیرون. خیلی دوست داشتم خیلی ملو بیام، خیلی دوستانه بیام، ولی میبینم نجف واقعا اونجوری نیست. و با یه سریایی هم که صحبت کردم دیدم، فکر کردن چه خبره، خبری نیست داداش. اگه فکر میکنی چند صد هزار تا فالوور خریدی یا مثلا ربات داره پیج تو چیز میکنه، فکر نکن خبریه. گهی زین به پشت و گهی پشت بزین، یا بالعکس. نوبت ما هم الان دوباره میرسه. بذار حالا من اومدم، من خودم آهنگسازم، خودم ضبط میکنم، خودم میکس میکنم، خودم مستر میکنم، به هیچ کسم یک قرون برای پخش آهنگ پول نمیدم. چرا؟ چون من سیامک جنجالیم. اینو یادت باشه، اونی که میاد آهنگ میخونه میگه پولا اومدن، پولا دارن میان، تو همین شهر ما هم زندگی میکنه، توی آپارتمان اجاره‌ای زندگی میکنه که پول نداره بره مبلمان برای آپارتمانش بگیره. پس نه یا ادعایی بکن که واقعیت نداره، از واقعیت‌ها بیا حرف بزن. یا مثلا میان بیف میکنن، دعوا میخوان بکنن این با اون، بعد لایو میذارن بتل میکنن، آخرش هم میشینن دوستانه با هم به نتیجه میرسن. داداش این بیف نیستش، کار به بیف بکشه واقعا میخوای چی کار بکنی؟ ها؟ همونطور که گفتم، تو این 6 سالی که نخوندم من دنبال یه کار دیگه بودم. و چرا حالا از رپ فارسی فرمون کشیدم رفتم اونور؟ به خاطر اینکه اون سال آخری که من داشتم میخوندم، سروش هیچکس برای اولین بار تو تورنتو، شهری که من توش زندگی میکنم، کنسرت گذاشت. کنسرت پدر رپ فارس 58 نفر بیشتر نرفتن. داری وقتی که 58 نفر کنسرت یه بابای پا میشن میرن، اونم تو شهری مثل تورنتو، قاعدتاً منی که ادعا نمی کنم پدر رپ فارسم، هیچ امیدی نداشتم که من بخوام زندگیمو که برام خیلی مهمه رو بذارم روی رپ فارسی، بت بذارم، تبلیغ بکنم، پول مردمو بکشم بالا که بخوام حالا یه اجاره خونه بدم با مبلمان خالی. نداداش، از این خبرها نبوده.
داستان اینه، من نه طرف این ورم نه طرف اون ورم، من طرف خودمم. چرا؟ چون من سیامک جنجالیم، این یادت باشه. حالا خیلی حرفا رو زد، من فقط چند تا انتقاد دارم. اینکه رضا پیشان و رضا تیری پاک، همون سپاکه که میگه و اگه کسی اسمش رو عوض میکنه یعنی حساب نمیشه از اون موقع بوده، من این منطقه نفهمیدم. یعنی الان خودش اسمش گذاشته سیامک موزیک، نسل 4 حساب میشه چون اسم مثلا پیجش اینه، یکی هم منطقاش این. دو، از اون ور خب نسل اول خیلی ها بودن و خیلی اون اول بیل زدن و این درسته، اما خب یه سری ها بودن که همه چیشون رو دادن باش موندن. کسایی بودن که تو پارک میخوابیدن، کسایی بودن که میرفتن سر ساختمون با پولش میمدن آهنگ میدادن، اونا سر هیچی از رب جدا نشدن و موندن با هزار تا بلا. پس اونا یه حق بزرگی سر این داستان دارن. شما مثلا نمیتونی بری به هر حال مثلا بچه دارشی بعد بذاری بری 7 سال 8 سال بعد بیای بگی خب منم اینجا حق دارم. نه خب خیلی فرقه بین کسی که به هر حال کنار رپ زندگیشو ساخته، هم رپو ساخته هم زندگیشو، و کسی که رپو ول کرده به خاطر زندگیش و حالا نمیگیم کارش بعده و طرف دنبال زندگی خوش باشه، همون که الان بعد از این همه مدت بیاد این ادعا رو بکنه به نظرم غلطه، چون خیلی مدت زمان زیادی نبود. و در مورد اینکه میگفتن روی بیت این میخوند روی بیت این میخوند و اون حرفی که زد، آهنگ آخر خودت که دادی روی بیت کی بود؟ و حالا من نمیخوام بی‌احترامی کنم و همیشه هم یعنی اصلا توهین و اینو مسخره کردن نیست، فقط یه نقده و دوست دارم اینو بدونم. و خب سیامک از اشخاصی بوده که اون اولا خیلی خوب کار میکرد و خب خیلی از نسل یکی ها میشناسنش و خب دیسترک دوز و همونجور که خودش گفت توی کارنامهش داره. حالا امیدواریم که بیاد و بتره کنه رپ و دیگه ببینیم چجوری میشه دیگه، اونجوری که باید و شاید یا آهنگ بده و عشق کنیم. PDC هم دو تا استوری گذاشت خیلی جالبه توجه و باحال بود. عکسی از خودش میبینید که یه ماشین رویز رویز و دور پلاکش خط کشیده شده، و تو استوری بعدی عکسی میبینیم از ریک راس با همون ماشین و همون پلاک. خب غیر مستقیم داره میگه که خب شاید اینا هم خیلی هاشون دارن برای ماشین کرایه میکنن. این داستان ها نکته جالب بود. برحال یه اتفاق ریزی افتاده که خیلی هاتون میپرسید آقا چیه داستان چیه و اینا. داستان اینه که خب یه مشکل ریزی، شاید حالا من اسمشو مشکل نمیذارم، مخاطبین میگن اتفاق افتاده با از طرف خلسه با ما، و اونم داستانش یه مخاطبه میشه گفت، حالا نمیدونم چی بگم که بی احترامی نشه، اما نادان میشه گفت یا میشه گفت حالا نمیدونم حس کرده با مزه است، یه همچین کامنتی رو گذاشته. آقا ما حواسمون هست برای همه آتیش میذاری برای ایشون نمیذاری، من نمیخوام عکسی بذارم، خودتون برید نگاه کنید. و از اون آهنگ یعنی از اون پست خلسه سه تا گذاشت، من زیر اولش لایک کردم آتیش کشم، نمیتونم زیر همه دیگه آتیش بذارم که شاید هم ندیدم اصلا ببینم. فکر کنید به هر حال اومد اینو نوشته خودشیرینی کرد اونجا، و اینو سپر خلسه دید و اون پایینش نوشتش که اوکی مشکلی نیست، من هم از این رسانه شخمی زرد خوشم نمیاد. حالا خوشت نمیاد که سپر خلسه جان، لطف داری به هر حال، هر میگی که نباید از همه خوششون بیاد، دمت گرم که نظرتو روک میگی. اما دیروز یه آهنگ پخش شد از علی پاشا، علی تی و وینا که اون تو هر ورسش دیس به یکی بود، وینا که طبق معمول جیدال دیس کرد، از اون برم علی تی سرطان رو دیس کردی که خب فیستالش جلوتر داده بود، و بعد از این سرطان به این سرطان البته به این آهنگ واکنش نشون داد و نوشت حیف که باباهاتون استانبولن، که منظورش وانتونز بوده. حالا داستان چیه دیگه، یه داستانی هم. دمتون گرم، امیدوارم که همیشه توپ خوب عالی و بوم باشید. مرسی که تا این لحظه ویدیو رو تماشا کردید. تا ویدیو بعدی، سی یو سون.